בעזרת השם נעשה ונצליח. תורה ציווה לנו משה, מורשה ועילת יעקב, לעילוי נשמת עמנואל בן יוסף, יוסף בן אברהם ויצחק בן אבנר ושוקת בת דוד. در ایام بین המצרים, یعنی سه هفته‌ای که بین 17 تموز تا تیشا بآوه, ایام سختیه برای ما و ایام ناراحتیه و یک سری رسومات وجود داره, محدودیت هایی که اجداد ما بر خودشون قبول کردن. از جمله بعضی ها رسم دارن که از 17 تموز به بعد دیگه ازدواج نمی کنن, یعنی خوپا, مراسم خوپا و جشن عروسی برگزار نمی کنن. اشکنازی ها اینجوری رسم دارن که این موضوع رو از 17 تموز سخت می گیرن, ولی مینهاگ سفارادی ها اینه که از روش خودش آب این محدودیت را بر خودشون قبول کردن. بنابراین ما که سفارادی هستیم, سفارادی و ادو تمیزراخ جوامع شرقی هستیم, این محدودیت را فقط از روش خودش داریم و میشه تا خود روش خودش مراسم عروسی برگزار کرد و معنی نداره, به خصوص امروزه که این خیلی سخت شده عروسی ها و عقب انداختنش خدایی نکرده ممکنه باعث کنسل شدن بشه, هیچ معنی وجود نداره و میتونن تا روش خودش مراسم عروسی برگزار کنن. یه بحث دیگه در مورد نوشتن شرط و شروط هاست. تو ایران, در ایران هم قدیم رسم بوده که شتار مینوشتن, که شرط و شروطیه که بین خانواده های عروس و داماده, چقدر مهریه باشه, جایزیه چقدر باشه, تاریخ عروسی کی باشه, طلا چی بگیرن, کلن مسائلی امثال اینها, چه مراسمی بگیرن, مراسم خرجش با کی باشه, با چه کسایی باشه, چه جوری باشه. تنائیم را, شتر تنائیم, این شرط و شروط ها را میشه حتی بعد از روش خودش ماه آف هم نوشت و من این نداره, این مجازه. البته مشروط به این که رقص و پایکوبی و آهنگ گذاشتن نباشه, فقط در حد نوشتن تنائیم باشه, ولی با جشن مجاز نیست. در تلمود مسخت سوتا بحثی اومده که وقتی که بیت المقدس خراب شد, خخامیم گزرا کردن به خاطر خرابی بیت المقدس که کلشیر گوش دادن به موسیقی به خاطر خرابی بیت المقدس ممنوع باشه, مگر در جایی که میسواس, سعودای میسواس, مثلا عروسی, بر میسوا, پیدیون هبن, جاهایی که سعودت میسوا وجود داره یا موضوع میسواس, این را مجاز کردن, ولی به صورت کلی روش گزرا کردن. امروز ما در مورد گوش دادن موسیقی از بفهمید از تیپ, نوار و موسیقی که ضبط شده همراه با, یعنی کلشی را ما نمیبینیم, عملا ما در اون لحظه وسایل موسیقی را نمیبینیم, این را سبک میگیریم, را سبک میگیریم انواع موسیقی ها را, مشروط به این که اون موسیقی شیر اگاویم نباشه, یعنی کلمات زشت, مسائل منفی توش بیان نشده باشه. در طی سال این را سبک میگیریم, اما در ایام بنمساریم, در طی این سه هفته ما سخت میگیریم, در طی سه هفته حتی از تیپ هم, حتی از ضبط صوت, از سی دی گوش نمیدیم, موسیقی گوش نمیدیم, به خاطر اینکه این ایام متاسفانه ایام عزاس و ناراحتیه برای ما. البته اون چیزی هم که ابتدا گفتم خدمتتون که گوش دادن موسیقی را در صورتی که کلشید با وسایل موسیقی بعد از خرابی به تمیزش گذرا کردن, خیلی از پسخیم اعتقاد دارن که این در صورتیه که همراه با نوشیدن یعین باشه, شراب باشه. به خاطر همین کسی که در طی ایام سال واقعا حتی مثلا کنسرت هم میره, جایی برای تکیه داره, چون با همراه با نوشیدن شراب و مستی و این مسائل نیستش, ولی خب به هر شکل در طی این سه هفته این ممنوعیت وجود داره, حتی ضبط شدهش را, حتی اگر زنده نیست. یه موقع هستش که کسی داره تلویزیون میبینه, اینا خیلی ها میپرسن,
داره تلویزیون میبینه وسط یه سریالی یه فیلمی، حالا موسیقی هم گذاشته، یه مقدار موزیک هم هستش، یا موزیک به اصطلاح چی میگن اون فیلم یا سریاله، موزیک متنه. در چنین حالتی اینا لازم نیستش که قطعش بکنه، اینا چون اصلا نیتشون نیست ممنوعیتی نداره. و یا کسایی که میرن جایی که فرض کنید رفته باشگاه ورزش بکنه، حالا در باشگاه موسیقی گذاشتن، این میتونه بره، میتونه بره باشگاه، میتونه ورزشش رو بکنه، چون این نیت گوش دادن رو نداره و خودش هم نذاشته و در این حال نمیتونه قطعش هم بکنه، این را ممنوعیتی نداره و سبک بگیریم. یه رسم دیگه ای وجود داره در مورد گفتن براخای شیخیانو در طی این سه هفته ایام بنمتساریم. چیزایی که نیاز داره به براخای شیخیانو ما نمیگیم، یعنی میوه جدید نمیخوریم در طی این سه هفته از 17 تموز تا پایان تنیت ماه آف، و لباس نو هم نمیپوشیم به خاطر اینکه براخای شیخیانو مجبور نشیم بگیم. حالا اگر که احیانا کسی مایله که این کار رو بکنه، میتونه سبک بگیره و میتونه در شبات، در شبات هایی که وسط این ایام هستش، میتونه میوه جدید بخوره و براخای شیخیانو بگه و ممنوعیتی نداره. در این حال اگر که کسی فرض بفهمه در طی ایام هفته، در طی ایام هفته یه دفعه روی میوه ای گفت بوره پری هایس، بعد یادش اومد که این میوه میوهی تازه است و براخای شیخیانو داره، عیبی نداره براخای شیخیانو رو بگه و میوه رو بخوره دیگه. این وقتی چون این اصلش حالا رسم خیلی هم سنگین نیست، اگر که دیگه براخا رو گفته شیخیانو رو هم میگه و مانعی نداره. در این حال این بحثی که گفتیم در شبات اگر نیازه میتونه رو میوه براخای شیخیانو بگه، لباس نو هم همینه. لباس نو اگر کسی نیاز داره که حتما بپوشه، میتونه در شبات بپوشه و براخای شیخیانو بگه. اما این هتر فقط تا روش خودش ماه آوه، از روش خودش به بعد میدونید که قوانین اولود خیلی سختتر میشه و بنابراین حتی بعد روش خودش حتی در شبات هم نمیتونه لباس نو بپوشه، این قانونش سختتر میشه و نباید سبک گرفت. یه موضوع دیگه در تلمود مسخت یروشلمی ذکر شده که میسواس که آدم سعی بکنه هر سال میوه های جدیدا بخره و روش براخای شیخیانو بگه که شکر هشما بگه. خب خیلی میوه هستش که حالا ممکنه گرون باشه یا کمیاب هم باشه، با این وجود این میسوا وجود داره که حتی مقدار کمی از اون، حتی اگر آدم در فشار مالیه یه مقدار کمی هم شده بخره که بتونه براخای شیخیانو را بگه. این میسواس به خاطر شکر گفتن هشم که این مخلوقات را آفریده و ما را هم زنده نگه داشته که برسیم به این لحظه و بتونیم ازش استفاده کنیم. حالا بعضی میوه هستش که مدت زمانی که هست در بازار کوتاهه و داره زمانش میگذره، اگر فرض بفرمایید میترسه در این سه هفته اگر براخای شیخیانو نگه زمانش میگذره، این هم میتونه، هیچ مانعی نداره. در شبات همونطور که گفتیم تو شبات میشه سبو گرفت، حتی اگر زمانش هم نمیگذره تو شبات میشه سبو گرفت و میتونه در شبات استفاده بکنه و براخای شیخیانو بگه. همینطور برای بچه ها این محدودیت ما در نظر نمیگیریم. بچه‌ای که هوس کرده یه میوه یا بخوره نمیگن نه نخور اینا، شیخیانو نگو. حتی در ایام هفته هم برای بچه واقعا میشه سبک گرفت. این که گفتیم که موسیقی گوش نمیدن، این در رابطه با واقعا موسیقیه که موزیکه، ولی شیرا خوندن با دهان بدون اینکه وسایل موسیقی داشته باشه، این ممنوعیتی نداره، میشه با دهان شیرا خوند، منعی در این زمینه نیست. اشکنازی ها یه رسمی دارن که از 17 تموز دیگه اصلاح نمی کنن. یعنی آرایشگاه رفتن یا اینکه ریششون ها زدن رو ممنوع می دونن. از 17 رسمه، از 17 تموز این ممنوعیت را بر خودشون قبول کردن. اما سفارادی ها این ممنوعیت را به این شکل از 17 تموز قبول نکردن، بلکه در هفته ای که در اون
واقع شده تعنیت این ممنوعیت رو قبول کردن. البته یه اصلی گفته شده که آدم جایی که میره اگر رسمی اونجا دارن که رسم خلافی و تضادی با هلاخا نداره، رسم خلافی نیست، آدم رسم اون مکان مثل اون رسم اون مکان بره. لویه یوشف بین آمدین ولو آمد بین ایوشوین، بین نشستان نیسته، بین ایستادان نشینه. بنابراین مثلا در هلاخا ذکر شده که جوانایی که توی یشیوا هستن، حالا یشیوای اشکنازی رفتن و اکثرا اونجا اشکنازی هن و ریششون از 17 تموز نمیزنن، سفارادی ها هم ترجیحاً این کارو نکنن، سفارادی ها هم احترام بذارن به رسم اون مکان و ریششون رو نزنن. البته این موضوع رو قبلش بگن بلین ادر که اگر چون کاری ها که ما 3 انجام بدیم، مثلا 3 پیاپی اگر که اینا این سختگیری را انجام بدن، این نادر میشه براشون. به خاطر همین باید قبلش بگن بلی نادر، ما این را ما ریشمون را نمیزنیم در این ایام که نادر نشه، بعد از 3 این موضوع تبدیل به نذر نشه. امسال همونطور که اطلاع دارید روز 17 تموز در شبات واقع شده و یه روز عقب افتاده، یه شبات ما تعنیت میگیریم. از طرف دیگه خب طبعا تیشا بیاف هم همون روزی واقع میشه در هفته که 17 تموز واقع شده، تیشا بیاف هم 9 ماه آب هم در شبات واقع شده و در نجه ما در یک شبات تعنیت میگیریم. این باعث شده که امسال این تعنیت آسان‌تر باشه و رسمایی که رسوماتی که برای هفته تیشا بیاف هم هستش، این رسومات هم ساده تره. از جمله مثلا گفتم خدمتتون که سفارادی ها رسمشون اینه که در هفته ای که تیشا بیاف واقع شده اصلاح نمی کنن. خب امسال که تیشا بیاف شبات واقع شده و میره یک شبات، اون هفته ای که هفته قبلشه، هفته تیشا بیاف، میشه واقعا سبو گرفت برای اصلاح ریش به خصوص برای کابود شبات. اما با وجود خخامی میگن که با وجود اینکه اون هفته قانون هفته قبل تیشا بیاف نداره، در مورد اصلاح موی سر آرایشگاه رفتن اینا ترجیحاً باید سخت گرفت که آدم چون داره وارد اولوت میشه با حالت مکوشات و حالت بله جوری که رفته اصلاح کرده و شیک کرده، اینا وارد به این شکل وارد اولوت نشه. بنابراین برای اصلاح ریش میشه سبو گرفت در هفته قبلش و امسال فقط به خاطر اینکه در شبات واقع شده تیشا بیاف و داخوی شده عقب زده شده به یک شبات، در مورد اصلاح سر نباید سبک گرفت. یه موضوعی هم در تلمود اومده، وقتی که بیت همقدش خراب شد و اسرائیل ها به گالوت رفتن، خب این یه فاجعه بزرگی بود. یه سری افراد در دوره تنائیم پیدا شدن، اینا اومدن نادر کردن که دیگه اصلا گوشت نخورن، هیچ وقت نخورن. خخامین با چنین کارهایی مخالفن. ریبی اوشوا با اینها برخورد میکنه و ریبی اوشوا میفرماید بهشون که شما چرا همچین نادری کردید؟ میگن که ما نادر کردیم گوشت نخوریم، چون گوشت قربانی میشده به درگاه هاشم و به خاطر همین ما به نشانه ناراحتی برای خرابی بتمنداش دیگه گوشت نمیخوریم. میگه که خب پس میوهم نخورید. یعنی چرا؟ میوهم بیکوریم برده میشده. نه خب میوه هم نمیخورید. خب گندم و جو هم نخورید، اینم مینخا برده میشده، قربانی مینخا. میگن خب اینا هم نمیخورید. میگه یعین هم ننوشید. خب یعین هم نمینوشید. یعین هم گفته بودن البته خودشون. در نهایت میگه که اصلا آب هم نخورید، چون آب هم در روز به موعد سوکا نسخ میشده، بر روی میز به یخ ریخته میشده. در نهایت میگه که ببینید فرزندانم، ما همه ناراحتیم به تمیقداش خراب شدیم، ولی چنین سختگیریایی و این نادرایی که سخت میشه برای جماعت و جماعت نمیتونن ایستادگی کنن در اون نباید باشه. و البته از اصل قانون یه محدودیتی وجود داره که ممنوعیت خوردن گوشت در سودا مفسکته، سودای قبل از تعنیت که باش وارد تعنیت تیشا بیاف میشی. امروز این محدودیت وجود نداره، امروز منظورم این امساله، امسال این محدودیت وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه در شبات واقع شده و ما به احترام شبات میتونیم
گوشت هم بخوریم در سعودا مفسکت و حتی چند تا سعودا بخوریم و وارد تعنیت بشیم. این ممنوعیت امسال نیست. یه رسمی هم وجود داره که از روش خودش آب گوشت نمیخورن. این رسمه، این قانون نیست، ولی خب چون رسمه کلال اسرائیل واجبه باید همه اجرا بکنن. در خود روز روش خودش مجازه که گوشت بخورن. ما سبک میگیریم رسممونه که در خود بعضی ها رسم دارن خود روش خودش هم گوشت نمیخورن واقعا، ولی رسم ما اینه که در خود روش خودش گوشت میخوریم و ولی بعد از روز روش خودش تا پایان تعنیت. و بعضی ها رسم دارن که حتی روز دهم، به خاطر اینکه روز دهم هم سوختن بیت المقدس ادامه پیدا کرد، گوشت نمیخورن.